سلام، علی هاشمی هستم. به کلاس من بی نهایت خوش اومدید. امیدوارم هر جای ایران عزیز که هستید حالتون خوب و خوش باشه. توی این ویدیو آموزشی قراره بریم سراغ گزاره ها در ریاضی 11 انسانی. کل مبحث گزاره ها رو به صورت کامل با هم دیگه بررسی کنیم، کلی سوال قشنگ هم با هم دیگه حل کنیم که شما هیچ مشکلی توی این قسمت نداشته باشین و به راحتی بتونید به سوال های آزمون آزمایشی و انشالله کنکور اصلی جواب بدید. و اما مبحث گزاره ها در کتاب آبی پیمانه‌ای 10 و 11 کانون که کتاب مرجع برای این ویدیوی آموزشی محسوب میشه در صفحات 160 تا 172 قرار داره که بعد از این ویدیو شما قادر خواهید بود به سوالات 971 تا 1030 جواب بدید. و اما گزاره چه قراره آقا؟ گزاره داستانش چیه؟ گزاره یعنی یک جمله خبری که شما بتونید در رابطه با درستی و یا نادرستی اون اظهار نظر کنید. برای که بهتر متوجه بشید باید با هم دیگه سوال حل کنیم و توی دل سوال ها هرچی نکته خوب هست من بهتون توضیح بدم. سوال اول گفته کدام یک از جملات زیر گزاره هست؟ در ضمن ارزش هر گزاره را تعیین کنید. گزینه الف گفته شما چند سال دارید؟ قرار شد گزاره به من خبر بده، قرار نشد از من سوال بپرسه. پس وقتی یه جمله سوالی داشته باشیم خبری از گزاره نخواهد بود، یعنی قسمت الف اصلا گزاره نیست به این دلیل که سوالی بوده. قسمت ب گفته عدد 2 عددی اول است. خب داره خبر میده به من، میگه عدد 2 عدد اوله، خب پس گزاره هست. حالا درسته یا اشتباهه؟ بله درسته، عدد 2 یا عدد اوله، پس قسمت بی میشود گزاره و در ضمن صحیح هم هست. قسمت بعدی ماجرا گفته عدد رادیکال 2 عددی گویا است. من میدونم که الان داره به من یه خبر میده، پس گزاره هستی تو، منتهای مراتب رادیکال 2 یا عدد گویا نمیشه، رادیکال 2 یا عدد گنگ میشه. پس در نتیجه الان ما با گزاره ای طرف هستیم که دارای ارزش نادرست خواهد بود. قسمت بعدی گفته افلاطون شاگرد ارسطو است. آقا داری خبر میدی، قبوله، پس تو گزاره هستی، منتهای مراتب تو گزاره نادرستی. چرا؟ چون دقیقا قضیه برعکس ماجرا بوده. قسمت 3 میگه 2 به علاوه 3 ضرب در 4 برابر با 20. الان من با یه گزاره طرفم، چون یه عبارت خبریه، یه رابطه است که من میتونم در رابطه با درستی و یا نادرستیش اظهار نظر کنم. حالا باید ببینم که این درسته یا اشتباهه. میدونم عمل ضرب مقدم هست بر عمل جمع، پس اول باید ضرب انجام بدم و بعد جمع انجام بدم. 3 ضرب در 4 میشود 12، وقتی با 2 جمع کنم قاعدتا به 20 نخواهم رسید. پس در نتیجه شما گزاره هستی اما یه گزاره نادرستی، چون دو طرف عبارت با هم دیگه برابر نشدن. قسمت بعدی میگه عدد منهای 1 به توان n عددی همواره مثبت است به شرط اینکه n عضو مجموعه اعداد طبیعی باشه. آقا تو گزاره ای؟ هیچ شکی درش نیست، چون من میتونم در رابطه با درستی و یا نادرستی تو اظهار نظر کنم. اما منهای 1 به توان n یه عبارتی هست که دو تا وضعیت داره. اگر توان n من فرد باشه، اون وقت عبارت می شود منهای 1 به توان 1 عدد فرد، مثلا در نظر بگیر 1 یا در نظر بگیر 3، که حاصل برابر خواهد بود با منهای 1. اما اگر n من یک عدد زوج باشه، اون وقت می شود منهای 1 به توان 1 عدد زوج مثل 2 یا 4، که حاصل برابر میشه با مثبت 1. شما گفتی همواره مثبت خواهد بود. نه اصلا اینجوری نمیشه، گزاره اشتباهی هستی به این دلیل که به ازای انهای فرد حاصل من برابر با یه عدد منفی میشود. بعدی گفته سیب قرمز از سیب زرد خوشمزه تر است. خب تو گزاره هستی اما یه شما گزاره نیستی به این دلیل که من نمیتونم در رابطه با درستی و یا نادرستی شما اظهار نظر کنم. خیلی جمله سلیقه‌ایه، شاید برای یکی قسمت الف درست باشه، برای یکی قسمت بی درست باشه. پس وقتی در رابطه با جملات سلیقه‌ای و علاقه‌ای و این سبک ها داریم صحبت میکنیم، به هیچ عنوان با گزاره روبرو نیستیم. و اما آخری گفته لطفاً تخته را پاک کن. من الان میتونم در رابطه با این اظهار نظر کنم که درسته یا اشتباهه؟ نه، جملات درخواستی و خواهشی و دستوری و این سبک ها هم جزء گزاره ها محسوب نمیشن، به این دلیل که من نمیتونم در رابطه با درستی و یا نادرستیشون اظهار نظر کنم. پس قسمت هی مسئله هم میشود گزاره نیست.
سوال بعد گفته چه تعداد از مواردی زیر گزاره هستن؟ این تست مال آزمون‌های قلمچی سال 97 بوده، بررسی کنیم هم دیگه. آیا 17 عددی زوج است؟ الان دارن از من سوال میپرسه، تمامی وضعیت‌هایی که از من سوال میپرسه گزاره نیستن و جملات پرسشی گزاره محسوب نمیشن. قسمت بعدی گفته هوای ابری دلگیر است. خب این خیلی سلیقه‌ایه، برای کی دلگیره، برای کی خیلی قشنگه. پس در نتیجه تمامی جملات عاطفی، دعایی، ندایی و آرزویی و هر سبکی توی این مایه ها گزاره نخواهند بود. بعدی گفته لطفاً کامپیوتر را خاموش کنید، قرار شد تمامی دستوری ها و خواهشی ها و توی این سبکی ها هم گزاره نباشند. و اما آخرین مورد گفته مجموع زوایای 6 ضلعی منتظم 540 درجه است. بله خبری، من میتونم در رابطه با درستی یا نادرستی اظهار نظر کنم، در نتیجه فقط یک گزینه هست که گزاره محسوب میشه. سوال بعدی گفته کدام عبارت زیر یک گزاره است؟ قسمت الف مسئله گفته سیب از پرتقال خوشمزه تره. خب من که نمیتونم در رابطه با درستی یا نادرستیش اظهار نظر کنم. ببینید چقدر گزاره ساده است. جالب بدون این تست آزمون قلمچی سال 97 بوده. گزاره ها واقعا ساده، فقط به شرطی که تو حواست باشه میتونی در رابطه با درستی یا نادرستیش اظهار نظر کنی و یا نمیتونی. قسمت بعدی ماجرا گفته توان دوم اعداد منفی عددی منفی خواهد بود. قسمت بعدی گفته لطفاً کتاب خود را باز کنید، دوباره شد خواهشی. پس قسمت اول که نمیتونست باشه، سه نمیتونه باشه چون داره خواهش میکنه. محمد دانش آموز پرتلاشی است. ما چه میدونم محمد پرتلاشی یا پرتلاش نیست، نمیتونم اظهار نظر کنم به خاطر که خیلی سلیقه‌ایه. شاید از نظر یک کسی که خیلی داره درس میخونه محمد پرتلاش نباشه، از یک کسی که کم داره درس میخونه پرتلاش باشه. پس در نتیجه خوشمزه بودن امری سلیقه‌ایه و ارزشش دقیقاً قابل تعیین نخواهد بود. جملاتی که با لطفاً شروع میشدن یا جزء خبری ها نیستن، نمیتونیم در رابطه با درستی یا نادرستیشون اظهار نظر کنیم و جملات توصیفی هم نمیتونن گزاره باشن. پس در نتیجه جواب صحیح گزینه دو خواهد بود. و اما بریم سراغ نقیض یک گزاره. اگر یک گزاره درست باشه، اون وقت نقیض گزاره رو با این نماد نشون میدیم، یعنی دقیقاً خلافش رو در نظر بگیر. پس اگر یک گزاره درست باشه نقیضش میشود نادرست، و اگر یک گزاره نادرست باشه نقیضش قطعاً چه خواهد بود؟ درست خواهد بود. سوال حل کنیم با هم دیگه. در هر یک از حالت‌های زیر نقیض گزاره را بیان کنید، سپس ارزش هر یک را مشخص کنید. قسمت الف گفته عدد 5 زوج است. نقیضش چی میشه؟ نقیضش میشه عدد 5 زوج نیست. آیا درسته یا اشتباهه؟ خب بله درسته دیگه، عدد 5 که عدد زوجی نیست. پس در نتیجه با یک گزاره درست روبرو هستیم. قسمت ب گفته تساوی 2 برابر با 2 4 برابر با 2 ضرب در 2 برقرار است. نقیض اینو چطوری باید بنویسم؟ تساوی 2 برابر با 4 برابر با 2 ضرب در 2 برقرار نیست. آیا این درسته یا اشتباهه؟ خب معلومه که اشتباهه، به خاطر که 2 ضرب در 2 برابر میشه با 4، قطعا غیر این نخواهد. قسمت بعدی مسئله گفته عدد 12 از 15 کوچکتر است. نقیضشو چی میگی الان تو؟ باریکالله میگم آقا عدد 12 از 15 کوچکتر نیست. بچه چقدر قشنگه، تمام آخر اینا یه دونه نیست اضافه کنم، اولا نقیضش داره برای من ساخته میشه. و اما قطعا یه گزاره چه خواهد بود؟ یه گزاره نادرست خواهد بود. بعدی ارسطو شاگرد افلاطون که با هم دیگه بررسی کرده بودیم. قسمت بعدی گفته ایران در منطقه غرب آسیا قرار دارد. خب نقیضش میشه قرار ندارد. درسته یا اشتباهه؟ باریکالله میگی 100% اشتباهه. و اما بعدی 5 ضرب در 4 بزرگتر از 3 ضرب در 7. در رابطه با این چی بگم؟ وقتی میخوام در رابطه با نقیضش صحبت کنم بگم بزرگتر نباشه، یا به روایتی زیباتر کوچکتر و مساوی باشه، که عملا میشود یه گزاره درست. سوال تست قلمچی آزمون سال 97 داره میگه کدام نقیض کدام گزینه صحیح نوشته شده. گزینه اول گفته رادیکال 2 عددی گویاست، بعدی گفته رادیکال 2 عددی صحیحه. چه ربطی داره وقتی میگه رادیکال 2 عددی گویاست؟ نقیضش باید بشه رادیکال 2 عددی گویا نیست، یا به روایتی قشنگتر عددی گنگ است. باریکالله. بعدی گفته 10 به توان 2 به علاوه 10 به توان 1 به علاوه 10 به توان 0 برابر با 10 به توان 3. نقیضش آیا میشود بزرگتر از 10 به توان 3؟ نه.
وقتی بگه این عبارت برابر با 10 به توان 3، نقیضش میشه نابرابر با 10 به توان 3. پس گزینه شماره 2 هم اشتباهه. بعدی گفته تهران پایتخت عراق است، نقیض تهران پایتخت ایران نیست، باید بگه تهران پایتخت عراق نیست، پس گزینه شماره 3 هم غلطه. و اما 4، یک منهای رادیکال 2 عددی منفی است، یک منهای رادیکال 2 عددی منفی نیست. به همین راحتی جواب شد گزینه 4. باورت میشه اینقدر تا این لحظه گزاره آسون بودن؟ و اما بریم سراغ گزاره های ترکیبی. اول از همه در رابطه با ترکیب فصلی میخوام صحبت کنم. ترکیب فصلی آقا با نماد یا نشون میده و این هم قیافشه، پس این نماد و دیدی به معنی یا خواهد بود. تنها نکته ای که در رابطه با این میخوام بهت بگم اینه، همیشه جوابشون مثبت خواهد بود به جز وقتی که هر دوتا نادرست باشن. وقتی هم پی و هم کیو نادرست باشن، اون وقت پی یا کیو قاعدتا نادرست خواهد بود، وگرنه همیشه جوابشون درسته. پچی شد؟ توی ترکیب فصلی ها پی یا کیو همیشه درسته، چه پی درست باشه چه کیو درست باشه، فقط وضعیتی نادرست خواهد بود که هر دوتاشون نادرست باشه. ترکیب عطفی چی میگه؟ ترکیب عطفی که نماینده کلمه و هست و با این نماد هم داره نمایش داده میشه چه حالتی خواهد داشت؟ برخلاف حالت قبلی که همیشه درست هستن به جز وقتی که هر دوتا نادرست باشن، اینجا همیشه نادرسته به جز وقتی که همزمان هر دوتا درست باشن. وقتی هر دوتا درست باشن، اون وقت جوابش هم قاعدتا درست خواهد بود، وگرنه همیشه میشه نادرست. سوال از آزمون‌های قلمچی سال 97، گفته اگر حرف دی اول کلمه درست و حرف نون اول کلمه نادرست باشد، کدام جدول ترکیب عطفی را به درستی نشان میدن؟ من در رابطه با ترکیب عطفی اینو میدونم که همیشه نادرست خواهد بود به جز موقعی که هر دوتاشون درست باشن. با این شرایط چیه بگم؟ همیشه باید نادرست باشه. گزینه اول برای 3 تا درست گوشه تو قطعا غلطی. بعدی برای 3 تا نادرست گذاشته، فقط برای یه دونه درست گذاشته، اون هم وقتی هست که هر دوتاشون درست باشن. خب بله، معلومه که جواب گزینه 2 میشه، چون تمام عطفی‌ها همیشه نادرستن، فقط در یه حالت درست خواهم بود، اونم وقتیه که هر دوتاشون درست باشه. احسن برشون. و اما بریم سراغ ترکیب شرطی. ترکیب شرطیه پی نتیجه میدهد کیو، چطوری داستانش خواهد بود؟ ببین این همیشه درسته، به هیچ عنوان نادرست نخواهد بود به جز وقتی که پی درست باشه و کیو نادرست باشه. پس وقتی میگه پی نتیجه کیو، نکته که میخوام بدونی اینه، همیشه جواب این میشود درست به جز وقتی که پی من نادرست باشه، پی من درست باشه اما کیو من نادرست باشه. این تنها حالتی هست که به من جواب نادرست تحویل میده، وگرنه همیشه برابر با درست میشه. و اما ترکیب دو شرطی چی میگه؟ ترکیب دو شرطی میگه اگر پی و کیو هر دوتا درست یا هر دوتا نادرست باشن، جوابشون قطعا درست میشه، اما اگر پی یا کیو یه دونشون نادرست باشه، اون وقت جواب میشه نادرست. پس دو شرطی که با دو تا فلش نشونش میدیم داستانش از این قراره، همزمان باید هر دوتا درست باشن یا همزمان باید هر دوتا نادرست باشن که به جواب درست برسیم، وگرنه تحت هر شرایطی جواب من نادرست خواهد بود. با توجه به اینا بریم تمرین حل کنیم. اگر پی گزاره درست، کیو گزاره نادرست و آر گزاره دلخواه باشد. پس تا اینجا اینو فهمیدم که پی درست هست، کیو نادرست هست و آر هم یه گزاره دلخواه خواهد بود. وضعیت اول گفته پی نتیجه میدهد کیو و آر برابر با چی میشه؟ توی قسمت اول ماجرا من میدونم که کیو نادرسته. وقتی کیو نادرست باشه جواب من حتما درست خواهد بود. درسته؟ توی شرطی ها نکته ای که من میدونم اینه، میگم اگه اولی درست بود و دومی نادرست بود، اون وقت جوابش میشه نادرست، وگرنه تحت هر شرایطی همیشه درسته. اگه اولش نادرست باشه 100% جواب میشه درست. الان کیویی که طراح به من گفته نادرسته، پس نادرست اول وقتی بیاد، این ترکیب شرطی که من میخوام در نظر بگیرم حتما میشه درست. تا اینجا کار قبول. حالا که ترکیب شرطی من شده درست
من میخوام وشو بیام با آر در نظر بگیرم. خب خیلی به آر رفت داره. اگر آر درست باشه سمت چپم که درست بوده، حاصل برابر با درست خواهد بود. اگر آر نادرست باشه با توجه به اینکه سمت چپ درست بوده، حاصل نادرست خواهد بود. پس در نتیجه قسمت الف مسئله خیلی به مقدار آر بستگی داره. قسمت دو، پی الان درسته، کیو نادرسته. وقتی من بخوام یا این دوتا رو در نظر بگیرم، اون وقت وقتی یه دونشون هم درست باشه جواب حتما درست خواهد بود. پس پی با کیو میشه درست. و وقتی بازی یا باشه، نماد رو به سمت بالا و داشته باشم، اون وقت حتما 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 جواب اینها درست خواهد بود. پس در نتیجه قسمت بی مسئله می شود درست. برام سوال قسمت سه، پی درسته اما کیو من نادرسته. تنها حالتی بود توی شرطی ها که وقتی پی درست باشه و کیو نادرست باشه، اون وقت به من جواب نادرست تحویل میده. شرطی ها همیشه درستن، فقط وقتی که پی باشه درست و کیو باشه نادرست به من جواب نادرست تحویل میده. پس این قسمت نادرست شد. وقتی من نادرست داشته باشم توی بازی و علامت و بیاد، جواب قطعا میشه نادرست. چرا؟ چون من میدونم توی ترکیب ها وقتی که دارم از کلمه و استفاده میکنم باید همشون درست باشن. حتی اگر یکیشون درست نباشه جواب قاعدتا درست نخواهد بود. پس این بازی من هم شد نادرست. بعدی گفته آر به پی. آر به پی و چی الان میتونم بگم؟ من در رابطه با آر هیچ اطلاعی ندارم، اما میدونم که جناب پی درسته و وقتی سمت راست من درست باشه حتما ترکیب شرطیش درست میشه. پس الان شما درستی، هیچ مشکلی هم وجود نداری. وقتی که شما درست باشی و من در رابطه با یه یا دارم حرف میزنم، اون وقت جواب حتما میشود درست. چرا؟ چون توی یا میدونستیم که فقط و فقط حتی اگر یه دونشون هم درست باشه جواب حتما درست میشه. پس من دیگه اصلا به کیون نگاه نمی کنم، چون میگم آر نتیجه میدهد پی درسته، پس در نتیجه جواب هم حتما باید درست باشه. قسمت بعدی ماجرا گفته آر به پی. خب آر به پی رو که همین الان با هم دیگه بررسی کردیم، نتیجه بدهد به کیو. کیو من الان نادرسته. من میدونم که وقتی ابتدای مسئله من درست باشه و قسمت سمت راست مسئله من نادرست باشه، قطعا من به یک جواب نادرست خواهم رسید. قسمت بعدی داره میگه پی به کیو. پی درست و کیو نادرست، قطعا به من نادرست تحویل میده. حالا که من نادرست دارم سمت چپ، دیگه مهم نیست سمت راست چی باشه، چون همیشه جوابش درست میشه. باریکالله بر شما. و اما قسمت بعدی گفته پی و کیو. وقتی در رابطه با و داریم صحبت میکنیم، باید همشون مثبت باشن، همشون درست باشن، حتی اگر یه دونه نادرست وجود داشته باشه جواب نادرست میشه. به این دلیل که کیو نادرست هست، پس این تیکه من الان میشود نادرست. و وقتی توی شرطی ها قسمت سمت چپ نادرست باشه، تحت هر شرایطی جواب من درست خواهد بود. پس قسمت آخر مسئله هم درسته. چقدر آسونن، موافقی با من؟ بریم سراغ سوال بعدی. گفته پی گزاره درسته. پس پی کاملا یه گزاره درست، کیو هم یه گزاره نادرست هست. آر رو من نمیدونم، در رابطه با این میخوام اظهار نظر کنم. پی به شرط کیو و کیو به شرط پی یک شرط دو طرفه. در رابطه با شرط دو طرفه اینو میدونم که همزمان باید هر دوتا درست باشن و همزمان باید هر دوتا نادرست باشن که جواب من درست بشه. اگه حتی یه دونشون نادرست باشه و یه دونشون درست، اون وقت قطعا نادرست خواهد بود. پس قسمت اول شد نادرست. و در رابطه با آر من هیچ اطلاعی ندارم، اما اینو میدونم که وقتی یه قسمتی از ماجرا نادرست باشه در ترکیب و، حتما جوابی که به من تحویل خواهد داد نادرست خواهد بود. قسمت دوم مسئله گفته نقیز پی. وقتی که پی درست باشه نقیز پی میشود نادرست. نادرست دو شرطیش با نادرست به من درست تحویل میده. درسته؟ چون توی دو شرطی ها همین الان بهت گفتم هر دوتا درست میشه درست، هر دوتا نادرست هم بهت درست تحویل میده. پس قسمت بعدی نقیز پی دو شرطیش با کیو درست تحویل میده.
ترکیب یا با هر چیزی اهمیتی نداره، چون توی یا من میدونم فقط اگر یه دونشون درست باشه جواب حتما درست خواهد بود، پس در نتیجه جواب شما میشود درست. قسمت بعدی دو شرطی پی با کیو، چون یه دونش درسته یه دونش نادرسته پس میشود نادرست. این نماد دو شرطی رو اینجا براش بذارم. این برای ماجرا داره میگه پی به کیو، پی درست کیو نادرست. تنها حالتی توی تک شرطی ها که جواب نادرست به من تحویل میداد وقتی بود که پی درست باشه و کیو نادرست باشه، پس در نتیجه شما هم نادرستی. و اینو میدونم که دو شرطی دو تا نادرست حتما به من یه جواب درست تحویل میده. قسمت بعدی ماجرا گفته نقیض پی، پی نادرست بوده، پی درست بوده، نقیضش میشود نادرست. نادرست وقتی بیاد با یه نادرست دیگه ترکیب یا ببنده، خب خود نادرست رو تحویل میده. تنها حالتی بود توی کلمه یا که وقتی هر دو تا نادرست باشن جواب میشه نادرست، وگرنه همیشه جوابشون چه خواهد بود؟ همیشه درست خواهد بود. پس آقا این قسمت کلش شد نادرست، میخواد یه دو شرطی ببنده با پی درست بوده و کیو نادرست، پس در نتیجه این به من نادرست تحویل میده. دو شرطی نادرست با نادرست هم که میشود درست. بریم اینور ماجرا. نقیض پی میشود نادرست، نقیض کیو میشود درست. یه درست با یا نادرست وقتی ترکیب یا ببنده حتما به من درست تحویل میده. اینور ماجرا چی دارم؟ پی و کیو وقتی با هم دیگه کلمه یا ببندن قطعا جوابش میشود درست، که حالا چون نماد نقیض و پشتش گذاشته این برای ماجرا میشود نادرست. من یه دو شرطی درست با نادرست دارم که قطعا جوابش نادرست خواهد بود، باریکالله. پس این شد نادرست. بریم قسمت بعدی. آر و پی الان میخواد بیاد با هم دیگه دو شرطی ببنده. خب آر و پی، من که آر رو نمیدونم الان قراره چی بشه، بیام پس دو وضعیتی بررسیش کنم، بگم اگه آر درست باشه، اگر آر نادرست باشه. قبل از اینکه این کارو کنم بیام سمت چپ و یه نگاه بندازم سمت چپ عبارت من چی داره میگه. داره میگه پی و کیو، پی من درست بوده، کیو من نادرست بوده. پی و کیو نادرست، سمت راست عبارت پس به من داره نادرست تحویل میده. حالا باید سمت چپ همو تحلیل کنم. در رابطه با سمت چپ چی میتونم الان بگم؟ اگر آر درست باشه با توجه به اینکه پی هم درست هست، پس اون وقت قسمت سمت چپ میشود درست. درست به نادرست چی تحویل میداد؟ آفرین، نادرست تحویل میداد. اما اگر آر نادرست باشه، این ور ماجرا هم که نادرست باشه، اون وقت نادرست به نادرست به من درست تحویل میداد. پس این رابطه به مقدار آر بستگی داره. و اما آخری پی و کیو، با توجه به اینکه یه دونه درسته یه دونه نادرسته، مقدار نادرست تحویل میده. پی یا کیو، با توجه به اینکه یه دونه درسته و یه دونه نادرسته، مقدار درست تحویل میده. حالا دو شرطی یک درست و یک نادرست برابر با نادرست خواهد بود. احسنت بر شما. اگر پی و کیو دو گزاره صحیح باشند، پس پی الان درست، کیو هم درست، و آر گزاره نادرست باشه، آر نادرست باشه، آنگاه ترکیب گزارهایی رو بفرمایید چی میشه. پی یا آر وقتی ترکیب یا باشه، حتی اگر یه دونشون هم درست باشه، پس میشود درست. یعنی این تیکه شد درست. این ور ماجرا پی و کیو، پی و کیو چون هر دوتا درستن میشوند درست، نقیزشون میشود نادرست. یه درست و یه نادرست دو شرطیش میشود نادرست. پس قسمت اول باید نادرست باشه، یعنی گزینه الف از بین میرود، گزینه دو هم از بین میرود. برام قسمت ب مسئله، پی و آر با توجه به اینکه آر نادرست هست، من میدونم که وقتی کلمه و میاد وسط حتما باید همه درست باشه، وگرنه جواب نادرست خواهد بود، پس این میشود نادرست. این ور ماجرا کیو یا آر، وقتی که کیو یا آر باشه، چون کیو درست بوده پس این میشود درست، و بعد نقیضش رو در نظر بگیرم میشود نادرست. دو شرطی نادرست با نادرست و من درست تحویل میده، پس در نتیجه گزینه 4 هم از بازی میره بیرون و جواب صحیح برابر با گزینه 3 خواهد بود. سوال بعدی گفته کدام یک از گزاره های زیر همیشه درست میشن.
اولی گفته پی و نقیض کیو. خب پی و نقیض کیو که خیلی بستگی داره الان پی چی باشه کیو چی باشه، قاعدتا جوابای مختلف به من تحویل میده. اما گزینه شماره دو میگه نقیض پی و نقیض پی. نقیض پی و نقیض پی اینجوری خواهند بود، یعنی نادرست نتیجه بدهد نادرست، یا درست نتیجه بدهد درست. خارج از این که نخواهد بود دیگه، دو تا وضعیت داره، نادرست به نادرست به هم درست تحویل میده، درست به درست هم به هم درست تحویل میده. پس جواب صحیح برابر با گزینه دو خواهد بود. سوال بعدی گفته اگر پی گزاره درست باشه، پس پی درسته، کیو گزاره نادرست باشه و آر هم دلخواه باشه، در این صورت ارزش کدام گزینه نامشخص خواهد بود؟ قسمت الف کیو نتیجه پی. الان کیو من نادرسته و وقتی کیو نادرست باشه قطعا وقتی اولی نادرست باشه جواب حتما درست میشه، پس این قسمت شد درست. درست و آر، خب الان خیلی به آر ربط داره، اگر آر درست باشه اون وقت درست و درست جواب درست به من تحویل میده، اما اگر آر نادرست باشه اون وقت نادرست و درست به من چه تحویل خواهد داد؟ احسن بر شما. پس در نتیجه جواب صحیح می شود گزینه یک، به این دلیل که نامشخصه، من نمیتونم یقینا بگم چی میشه. به آر خیلی ربط داره، آر درست باشه به من درست تحویل میده، آر نادرست باشه به من نادرست تحویل میده. گزینه های شماره 2 3 و 4 رو شما میتونی خودت بررسی کنی برای که تمرین بهتری حل کرده باشی. دوباره لازم به ذکر که تمام سوالایی که ما داریم الان حل میکنیم از آزمون های قلمچی سال 97 استخراج شده. سوال بعدی گفته چه تعداد از همارزی های زیر درست است؟ اولی نقیض پی و کیو. نقیض پی و کیو می شود نقیض پی یا نقیض کیو. این یه فرمول خیلی مهمه، بعد شما باید حفظ کنید به دردتون بخوره. پس فرمول چی شد؟ نقیض پی و کیو برابر خواهد بود با نقیض پی یا نقیض کیو. حالا از علامت برابر که نگم، بگم علامت همارزی که باز بهانه‌ای براش درست نشه. قسمت ب مسئله نقیض پی یا کیو می شود نقیض پی و نقیض کیو. بله این هم کاملا درسته. پس نقیض پی، این علامت چرا من اینجا گذاشتم، پس نقیض پی یا کیو اون وقت هم عرض خواهد بود با نقیض پی و نقیض کیو. و اما آخرین نقیض نقیض پی می شود خود پی. بله این هم کاملا درسته. در نتیجه 3 تا گزینه صحیح برای این سوال وجود داشت. سوال بعدی گفته اگر پی، کیو و آر 3 گزاره دلخواه باشن در این صورت، به به چه سوال زیبایی، پی و این ور ماجرا کیو یا آر برابر با چی میشه؟ ببین در حقیقت یه بازی مجموعه داره اینجا اتفاق میفته. طبق بازی مجموعه من میتونم بنویسم پی و کیو نماد یا بیاد وسط، این ور بشه پی و آر. پس این بازی مجموعه همون چیزی که توی قسمت مجموعه خونده بودین اینجا داره تکرار میشه، یعنی جواب صحیح برابر شد با گزینه دو. حالا اگه اینجوری باشه چی؟ بگه پی یا کیو و آر، اینو چطوری بنویسم؟ باریکلا اینو میگم پی یا کیو، پس دارم بازی براش مینویسم و پی یا آر. و اما سوال بعدی تعداد حالات ارزشی 4 گزاره که به صورت ترکیب با هم اومدن چی میشه؟ تعداد حالات بچه همیشه میشود 2 به توان n. الان طراح n رو برای من 4 در نظر گرفته، پس حاصل میشود 2 به توان 4، یعنی عدد خیلی قشنگ 16. سوال بعدی گفته چه تعداد از همارزی های زیر صحیح هستن؟ قسمت اولی گفته پی و کیو با کیو و پی. خب بله این که معلومه درسته. قسمت بعدی پی و نقیض پی همیشه می شود درست. چرا؟ چون همیشه یه دونه تو این پک درست خواهد بود، یا پی درسته یا نقیض پی درسته، و من میدونم توی ترکیب یا حتی اگر یه دونه درست باشه جواب همیشه میشه درست، پس شما هم تاییدی همیشه درستی. قسمت بعدی ماجرا پی یا کیو یا آر، خب فرقی نمیکنه که من بیام پرانتز رو این ور بذارم یا سمت راست بذارم یا سمت چپ بذارم، هیچ تفاوتی ایجاد نمیشه، پس در نتیجه هر ستاش درست. سوال بعدی گفته اگر پی و کیو 2 گزاره دلخواه باشن در این صورت ارزش این گزاره برابر با چه خواهد بود؟ پس پی و کیو شدن 2 تا گزاره دلخواه، من خودم باید در موردشون اظهار نظر کنم، پس بیام اینجوری در نظر بگیرم، بگم پی این هم جناب کیو.
اگر هر دوتای پی و کیو درست باشه، پی درست باشه، کیو هم درست باشه، اون وقت ترکیب وشون میشود درست. توی نقیزهاشون اصلا مهم نیست چی بشه، چون وقتی شما ترکیب یا اینجا داشته باشی یه ور ماجرا که درست باشه حتما جواب میشه درست. پس این درست. اگر هر دوتاشون همزمان نادرست باشن اون وقت چقدر قشنگ میشه، نقیزهاشون درست میشه و دوباره توی ترکیب یا وقتی درست داشته باشم جواب حتما درست. اگر یه دونشون درست باشه و اون یکی دیگه نادرست باشه، پس پیو من درست در نظر بگیرم و کیو نادرست در نظر بگیرم. خب اون وقت ببین پی و کیو چون یه دونه درسته یه دونه نادرسته میشه نادرست، اما سمت راست عبارت من دارم تو با نقیز کیو دارم صحبت میکنم، نقیز نادرست میشود درست. و وقتی توی ترکیب یا یه درست داشته باشیم جواب حتما درست خواهد بود. میتونی حالت چهارمش هم در نظر بگیری، یعنی بگی این نادرست باشه این درست باشه، که باز هم جواب به من درست تحویل خواهد داد. پس جواب همیشه میشود همواره درست در آزمونهای قلمچی سال 97. سال بعدی گفته اگر پی گزاره کیو گزاره نادرست باشد، پس کیو نادرست هست، اون وقت کیو دو شرطیش با پی نتیجه کیو میشه گزاره درست. من توی گزاره های دو شرطی میدونم همزمان باید هر دوتا مثبت باشه، یعنی هر دوتا درست باشه، یا همزمان هر دوتا نادرست باشه که به من جواب درست تحویل بده. چون جواب درست بوده و کیو هست یه گزاره نادرست، چرا من اینجا درست نوشتم؟ کیو هست یه گزاره نادرست، پس این ور ماجرا هم حتما باید نادرست باشه. خب توی تک شرطی ها کی جواب من نادرست میشه؟ وقتی که اولی درست باشه و دومی نادرست باشه. پس از اینجا نتیجه‌ای که میگیرم اینه که پی حتما باید گزاره درست باشه. حالا که پی حتما گزاره درست هست این رابطه چگونه خواهد بود؟ نقیز پی میشود نادرست، پس این نادرست. نقیز کیو هم میشود درست. وقتی که در رابطه با و بخوایم صحبت کنیم یه درست با یه نادرست به من نادرست تحویل میده. این ور ماجرا پی میخواد بیاد با آر کلمه یا ببنده، من میدونم در رابطه با یا حتی اگر یه دونه درست باشه جواب درسته، پس اینجای مسئله الان درست دارم. یه نادرست به یه درست به من چی تحویل میده؟ میدونم توی شرطی ها اگر جواب اول نادرست باشه، قسمت اولی نادرست باشه، حتما جواب من درست خواهد بود. پس کل این مجموعه به من یه جواب کاملا درست تحویل خواهد داد. و اما تمرین برای شما، سوال میگه اگر گزاره پی درست باشه و گزاره کیو نادرست، گزاره و گزاره آر هم نادرست باشه، کدام گزاره با بقیه متفاوت خواهد بود؟ با توجه به سوالهایی که تا این لحظه با هم دیگه کار کردیم انتظار دارم که این سوالو شما خودتون حل کنید، و برای که بتونیم با هم دیگه در تماس باشیم فقط کافیه گزینه سعی در قسمت ثبت نظرات بنویسید. سوال بعدی گفته اگر پی گزاره درست باشد، پس پی درست، کیو گزاره نادرست باشد و آر هم دلخواه باشه، در این صورت ارزش کدام گزینه با بقیه متفاوت خواهد بود؟ قسمت اولی گفته نقیز پی، من میدونم که چون پی درست بوده نقیز پی میشود نادرست، و نادرست وقتی بیاد تو بازی کل این قضیه نادرست خواهد بود. نادرست با هر چی دیگه هم که ترکیب و ببنده نادرست میشه، پس این شد نادرست. قسمت بعدی مسئله گفته پی یا نقیز کیو، توی کلن یا وقتی یه دونه مثبت باشه جواب همیشه مثبته، یعنی جواب همیشه درسته، پس این قسمت همیشه میشود درست. حالا که شما همیشه شدی درست، وقتی نقیز تو بخوام در نظر بگیرم میشی نادرست. نادرست با هر چی بیاد کلمه و ببنده باز هم نادرست تحویل میده، پس ب هم قسمت دو هم شد نادرست. قسمت بعدی مسئله نقیز پی، قطعاً با توجه به اینکه پی یه وضعیتی بوده که درست بوده نقیز پی میشود نادرست. نادرست با آر چه وضعیتی داره؟ خب خیلی بستگی داره که الان آر درست باشه یا آر نادرست باشه. اگر آر درست باشه اون وقت اونجا به من درست تحویل میده، در حالی که نادرست باشه من نادرست تحویل میده. اما مهم نیست. چرا مهم نیست؟ به خاطر که میخواد بیاد یه ترکیب و ببنده با کیو. من میدونم که کیو نادرست هست و وقتی یه ترکیب منفی توی بازی وجود داشته باشه، یه ترکیب نادرست توی و وجود داشته باشه، جوابش حتما نادرست میشه. پس قسمت 3 هم موافق 3 تا حالت اولیه بود، یعنی جواب صحیح برابر با گزینه 4 خواهد بود.
بی نهایت سپاسگزارم از اینکه تا انتهای کلاس همراه من بودید. پس بچه ها ما به صورت کامل با هم دیگه گزاره ها رو بررسی کردیم، سوال های آزمون قلمچی در سال 97 رو با هم دیگه حل کردیم و به صورت کامل بررسی کردیم. کتاب مرجع برای این ویدیو آموزشی آبی پیمانه 10 و 11 کانون هست که شما میتونید با توجه به سوالاتی که من الان براتون حل کردم برید سراغ اون کتاب و سوالات تعیین شده رو حل کنید. انشاءالله که نتیجه زیبایی کسب کنید و در انتها بدون کوچکترین شکی لطف شما خواهد بود اگر نظرتون رو در قسمت ثبت نظرات بنویسید، چون نظر شما باعث خواهد بود انرژی در سیستم وارد بشه تا ویدیوهای بیشتری تولید بشه. انشاءالله خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.